آماتانو ازی سلام برسا در این ویدیو درباره ازی گپ میزنیم که مایندفول بودن چی مانا میده. یا قصر از قسم شروع کنیم که میسترس ها استرابای روزانه امی افسردگی های روزانه را ما چی رقم کنترل کنیم. در این بارم یک ویدیو که کوچک مونده بودم به نام مایندفول بیست استرس ریلکسیشن، یک سیستم است که از این روانشناس ها معمولا استفاده میکنه که استرسشان از بین ببرن، ولی باز در اونجا زیاد دوست ها گفته بودن که بسیار ویدیو کوتاه است، یکم که در این باره بیشتر تاگر بزن تا حداقل ما یاد بگیریم که چطور ما استرس خود کنترل کرده بتانیم. همین میتود چی رقم است؟ اولی که شما باید این را بفهمین که اگر استرس دارین، اگر افسردگی دارین، اگر استراب دارین، بس افسردگی بحث هایی که شدید باشه و به خاطر نوع مریضی که باشه که به دوا نیاز داشته باشه بحث جداگانه است، یعنی هر کدام از اینا میتونه اکستریم شوه، زیاد شوه که باید خودم باید پیش دکتر سایکاتریست یا سایکولوژیست بره ازشان دوا بگیره، دکتر روانشناس. ولی در بعض وقتا در سطح عادی روزمرگی ما می باشه و نیاز نیست که آدم پیش دکتر بره، که یک چیز طبیعی است که ما در سطح روزانه همیشه با استرس های مختلف مواجه میشیم. بس این میتوده که من برای شما تشریح میکنم بسیار زیاد مفید می باشه. قبل از اینکه میتوده برای شما تشریح کنم باید بگویم که استرس یا به خاطر کارهایی است که ما در گذشته انجام دادیم، استراب از خاطر کارهایی است که ما در آینده قرار است انجام بدیم، یا استراب داریم که میشه نمیشه، یک دفعه در امتحان ناکام نمونم، یک دفعه فلانه کار نشه، یک دفعه در شکست نخورم، یک دفعه پارتنرم رهایم نکنه. این همین چیزهایی که در آینده واقع میشه، هنوز واقع نشده ولی به خاطر از اینکه شاید واقع شه و چانسش هست اونو امو دقیقه که خراب میکنی، این را باز میتونه بحث استراب باشه. یعنی هر وقتی که نورومی برای ما از لحاظ روحی روانی ایجاد میشه، بعض وقتا بخاطر گذشته و بعض وقتا بخاطر آینده است، بعض وقتا در حالت حالا ما با بعض مواقع مواجه میشیم که ما را جگرخون میسازه، که او یک بحث طبیعی است. اینجا شما باید را بفهمین که اگر یک حادثه در زندگی شما واقع میشه و امو دقیقه شما جگرخون هستین، نارام هستین، امو دقیقه افسرده شدین، این نرمال است. قرار نیست که تو امرای جنگ کنی که ما چرا حالا افسرده شدیم، فلان نفر رزدست دادم، نباید افسرده میشدم، نباید جگر خون میشدم. اگر نشی پس میتونه که آدم دبا جگر بزنه که با وجود که نفر چقدر برد چیرین بود چرا جگر خون نشده. ولی اگر بعض وقتهای نارمالی که یک چیز خاص زندگی در زندگی میتونه یک چیز در زندگی واقع میشه که تو حق داری جگر خون شوی، پس حق داری که جگر خون شوی. تو تشویش از این نباید بکنی که من چرا جگر خون هستم، از یک طرف خوب اوضاع خراب، تو جگر خون از طرف دیگه باز پس تشویش کنی که من چرا جگرخونی کنم، بس اینی چه مشکل وجود داره. یعنی بعض وقتا جگرخون بودن یک چیز طبیعی است، فقط امرش زندگی کنین و به زندگیتون ادامه بدین. ولی چیزایی که مربوط به گذشته ما میشه، چیزایی که مربوط به آینده ما میشه، حتی اگر جگرخونی هایی که در حالت حال واقع میشه و دفعتن زیاد شده، بس اون وقت ما میتونی با این میتود یک کمک که خودت آرامتر بسازی. و چی رقم آرامتر بسازی؟ این است که تو باید در حال زندگی کنی، کارهایی را که انجام میدی با تمامی فکر اون موجه باشه. چی رقم؟ مثلا روزانه باید غذا بپزین، غذا پختن و با تمامی محبتش، با تمامی عشقش، با تمامی حس باید بپزی. یعنی باید لذت ببری از غذا پختنت، از ظرف شستنت. هر باری که دستت بالای ظرفا در میتی از او باید لذت ببری، باید حس کنی که ظرف میشوی، باید دوستت هستی، از اینکه با دوستت نشستی قسم میکنی لذت باید ببری. موجودیتت باید او دوست درک کنه و تو موجودیت از او را درک کنی. یک قسم که امروی با دوستت ششتی و فکرت هزار جای دیگه است. نماز میخوانی، باید نمازت را قسم بخوانی که لذت ببری و اونو موجه هستی که قانون نماز را مینویست. یعنی هر کار را که میکنین مایندفول و کار انجام بدین و قسم انجام بدین که در موجه هستین، این بر شما کمک میکنه که یک آرامش ایجاد شوه. یا یک نوع از مدیتیشن است. اینمی بعض وقتا میفهمین مدیتیشن اینمی است. مدیتیشن اینمی است که هر کار که انجام میتی در اونجا انجام میتی. بعض وقتا مثلا اگر زیاد میتونستی، یعنی اگر ای توانایی رو پیدا کنی خوب، اگر نکردی ای توانایی رو پیدا نکردی، چیزی که برات گفتم انجام میتی خوب او هم کفایت میکنه. و اگر ای توانایی رو پیدا کنی که بعض روزانه، بعض وقتا روزانه بشینی آرام چشمکایت پت کنی، دوباره نفس کشیدنت فکر کنی، حس کنی که کدام عضلات بالا میشه، کدام عضلات پایان میشه، ای اکسیژن چی رقم داخل میشه، این در ششایم رفت، اونو رو باید حس کنی که اکسیژن مصرف کده میری، صداهایی که میاید باید از گوش داخل شود،
از گوش دیگه بیرون شد، ادلافم گوش داخل شد بیرون شد. یه است نگه دیگه برای استلام داریم که مگه از این گوشش داخل شد از این گوشش رفت، ولی هدف می است که شما اجازه بدین که همه چیزا به طرف شما بیایه. وقتی که ششتی مدیتیشن میکنی مثلا، شما کاید بود که دیگه دوباره نفست فکر میکنه که چه رقم اکسیژن داخل شد، دانه دانه هر جایش حس میکنی و در این حال هر صدایی که میاد، حالا اگر قلم اول باشه، گریه باشه، حالا اگر چی هست باشه، بانش که داخل شد، در مقابلش مقاومت نشان نده و یک قسم احساس نکن که اوه ولی این صدا واقع شد دیگه، نال من مدیتیشن ما کار نمیکنه. با این کار اگر شما روزانه دو دفعه سه دفعه حالا اگر چند دقیقه انجام بدین، بسیار زود کنترل استرس شما رو کمک میکنه. بس دیگهش میتونه از لحاظ اسلامی باشه که شما نماز میخوانیم روزه، ما نماز میخوانیم روزه پنج بار. نماز خواندن را که به طریقی شکرنی، با اون طریقی گفته شده که قسمی که تو پیش خداوند جل جلاله نشسته هستی، استاد هستی و خداوند تو را میبینه و امرش کلام گپ میزنی و قانون شما میز گفته یعنی این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. تنها وقتی کار انجام میده که تو باید به طریقش نماز را انجام بدی، نه به طریقش ایست که اون همونجا باشه. وقتی که همونجا باشی دوباره هیچ چیز دیگه فکر نکنی، خوی خودش از مدیتیشن که در کار بسیار قوی، از کار قوی و تاثیرات قوی به خاطر داره که تو مستقیم با خالقت، با کسی که همه سچویشن تو رو تحت کنترلش داره و میتونه بر تو تغییرات ایجاد کنه، مستقیم صحبت میکنی، خود ازی بر تو آرامش ایجاد میکنه. از این میتود استفاده کنین، بسیار زیاد زندگی به درتون خورد و استرس تانه کمتر خواهد کرد. تا ویدیوی بعدی، هفته بعدی، بدرود.